این هفته در کلیک، شهری که باج افزارها فلجش کردند، شهری که سبز تر میشه و ورزشی که صداش تغییر میکنه. مسابقات فرمول ایه، بالاترین سطح مسابقه خودروهای برقی. فرمول ای قدمت چندانی نداره. اولین دورش سال 2014 برگزار شد ولی در همین 5 سال به طرز چشمگیری پرطرفدار شده. این خودرویی که باش مسابقه میدن معروف به خودروی نسل 2، تمام توانش رو از باتری میگیره ولی با همون باتری تا سرعت 278 کیلومتر بر ساعت میره. 0 تا 100ش چنده؟ 2.8 ثانیه. محبوبیت فرمول 1 رو که همه میدونید. حالا فرض کنید فرمول ای در عالم ورزش های موتوری از فرمول 1 هم محبوب تر بشه. حضور غول هایی مثل BMW، نیسان و ماهیندرا فرمول ای رو جدی تر کرده. مسابقه ها همه جای دنیا برگزار میشن، از مکزیک و فرانسه گرفته تا چین و آلمان، و قرار از سال آینده در لندن هم برگزار بشه، در مرکز اکسل. نکته جالب در مورد مسابقه لندن اینه که اولین مسابقه خواهد بود که مسیرش هم توی ساختمونه هم بیرون ساختمون. یکی از دلایل محبوبیت روزافزون فرمول ای حضور بعضی راننده های سابق فرمول 1 در این رقابت هاست. ستاره هایی مثل فلیپ مسا. سخت میشه ماشین فرمول 1 رو با ماشین فرمول ای مقایسه کرد. فضای دو رقابت کاملا با هم فرق داره. ولی من شخصا از ایده مسابقه ماشین های برقی خیلی خوشم میاد و خوشحالم که در این رقابت ها نقشی داره. درباره فرمول ای دوباره در این برنامه خواهیم گفت، اما اجازه بدید بریم سراغ بالتیمور، شهری در آمریکا، و اتفاق عجیبی که اونجا افتاده در همین ماه می گذشته. 7 می با جفزار به این شهر حمله کرد و باعث شد که خدمات شهرداری کلاً از کار بیفته. جمعیت این شهر و هومش تحت تاثیر این مسئله قرار گرفتن و هنوز هم این مسئله ادامه داره. اجازه بدید گزارش دیولی رو ببینیم از اتفاقی که در این شهر افتاده و شهری که هکرها از کار انداختنش. بالتیمور یکی از شهرهای زنده و شلوغ کرانه شرقی آمریکاست. حدود 10 میلیون نفر تو این شهر زندگی میکنن. ولی بیشتر از یک ماهه که یه حمله سایبری عظیم کل شهرشون رو از کار انداخته. This malicious attack, this virus, forced city officials here to shut down some crucial services. Well, today is the 10th day of a crippling cybersecurity attack on Baltimore City. City leaders say the FBI has opened a criminal investigation. Our technicians are working to resolve the issue, but until then, many files on the city's computer systems are unusable. شهردار موقت بالتیمور که تازه یک ماه کارش رو شروع کرده از بحرانی میگه که گریبان شهر رو گرفته. تیم ما سخت مشغول حل این مشکله. تاریخ دقیق رو نمیتونم بدم. برای اینکه وقتی ویروسی وارد یه سیستمی میشه باید تمام اون سیستم رو بگردی و پیداش کنی. هکرها برای پاک کردن شر ویروسشون از کامپیوترهای شهر معادل $100,000 بیت کوین خواستن. دارم میرم به یکی از ساختمان‌های شهرداری. ظاهراً اینجا جاییه که مردم ناچارن بیان قبض و جریمه و اینجور چیزها رو دستی پرداخت کنن. همه این کارها رو در گذشته آنلاین انجام میدادن ولی وبسایت مربوطه کار نمی‌کنه. حتی اینه که مردم حسابی شاکی‌اند. به نظر من آخر باید پولو بدن، ولی این نظر منه. میفهمم که نباید بقیه رو تشویق کنی تا اونها هم همین کارو بکنن، ولی از اون طرف باید این ماجرا حل شه، چون اینجوری داده کلی پول حرام میشه. خیلی دردسر شده ولی کارش نمیشه کرد. یکی از بخشایی که خیلی مختل شده خرید و فروش خونه است. سیستمی که معاملات باش انجام میشد از کار افتاده. همه معاملات نصف کاره مونده و انجام نشده. همه چی عقب افتاده. از خرید ملک بگیر تا کمیسیونی که باید بنگاه‌های معاملات ملکی می‌گرفتن، تا پولی که باید به بانکی که وام داده پرداخت بشه و پولی که باید به اونی که سند رو تنظیم می‌کنه پرداخت بشه. همه این کارها رو فعلا دستی انجام میدن، ولی دفترهای معاملات املاک نگرانن که این ماجرا تأثیرهای بلند مدت روی بازار ملک بذاره.
از همه بدتر اینه که از تحقیقات اولیه به نظر میاد حفره امنیتی که هکرها ازش استفاده کردند نه در چین یا روسیه، که همینجا در 30 کیلومتری بالتیمور ایجاد شده بود. اونطور که نیویورک تایمز گزارش کرده، هکرها احتمالاً از شیوهی به اسم اترنال بلو استفاده کردند که دست پرورده NSA یا سازمان امنیت ملی آمریکاست. البته سازمان امنیت ملی این گزارش رو تکذیب کرده. مشاورهای این سازمان میگن حتی اگر چنین چیزی بوده باشه هم بالتیمور باید از سیستم خودش حفاظت میکرده، چون پچ یا وصله امنیتی این حفره دست کم از 2 سال پیش موجود بوده. راستش به نظر من تمرکز کردن روی یک حفره خاص، به ویژه حفره‌ای که راه حلش از سالها پیش در دسترس بوده، کوتاه بینانه است. در هر سیستمی نقطه ضعف پیدا میشه. مدیریت مسئولانه شبکه ایجاب میکنه که دست کم تدابیر ابتدایی برای حفظ سیستم انجام بشه. بعضی متخصص ها معتقدند جدای از این که هکرها چطور سیستم شهری بالتیمور رو هک کردند، این که چنین اتفاقی افتاده خودش نشونه مشکل بزرگتریه. متاسفانه وضع عملیات آیتی بالتیمور اصلا خوب نیست. بودجه اداره آیتی کافی نیست. این فاجعه نتیجه کوتاهی اشخاص بوده. فاجعه‌ای بوده که به خاطر قصور و انداختن کارهای امروز به فردا رخ داده. دارم میرم ساختمان اصلی شهرداری تا سرپرست عملیات بازیابی شبکه بالتیمور بعد از این حمله رو ببینم. اینطور که میگن قرار از بودجه اضطراری فدرال استفاده کنن، یعنی همون بودجه‌ای که مثلا اگه بدجوری سیل بیاد یا سانحه طبیعی دیگه رخ بده سراغش میرن. بالتیمور هم مثل خیلی دیگه از دولت‌های محلی مشکل منابع داره. سیستم‌ها کهنه شدن و در مقابل چنین حمله‌هایی آسیب پذیرن. نکته‌ای که در بالتیمور به چشم اومده اینه که کارکنان ما نشون دادن حاضرن همه کار بکنن تا فعالیت‌های شهری تعطیل نشه. به شهروندها و کارکنان ادارات کمک می‌کنن. کار اصلی ما در حال حاضر همینه. مسئول‌های بالتیمور میگن به هکرها پول نمی‌دن. اما چند هفته از ماجرا گذشته و عملیات بازیابی شبکه همچنان ادامه داره، عملیاتی که تا تموم بشه 10 میلیون دلار هزینه برمی‌داره و تازه میلیون ها دلار دیگه هم باید هزینه بشه که شبکه رو بروز کنن، وگرنه همین اتفاق باز هم ممکنه تکرار شه. این هفته در بریتانیا برای اولین بار کلیسای انگلستان رهنمودی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی صادر کرد. منشور تازه کلیسای بریتانیا بر راستگویی و مهربانی تاکید داره و همزمان با پخش زنده سخنان اسقف اعظم کانتربری از مقر فیسبوک در بریتانیا منتشر شد. آیا در خیابان‌های کشورهای پیشرفته صداهای عجیب میشنوید؟ چیزی شبیه به اینها؟ از این هفته همه خودروهای برقی جدید باید صدای ویژه خودشون رو داشته باشن تا موقع حرکت آروم و دنده عقب شنیده بشن. اتحادیه اروپا این قوانین رو به این دلیل اعمال کرده که خودروها و وانت‌های برقی به حدی بی سر و صدا هستند که میتونن جان عابران پیاده رو به خطر بندازن. این هفته یکی از مهندسان آمازون دستگاه جالبی برای کسانی که گربه شکارچی دارن طراحی کرد. بنهم در محل ورود حیوانات خانگی قفل و دوربین مجهز به هوش مصنوعی کار گذاشته تا مانع ورود گربه با طعمش بشه. و در پایان یک هنرمند آمریکایی بازوهای رباتیکی طراحی کرده که به کمکش میتونید با نقاشی‌های مشهور بر بدید و سر به سر شخصیت‌های درون نقاشی‌ها بگذارید. شاهکارهای مکانیکی نل مندوزا در موزه کودکان پیتسبورگ به نمایش گذاشته شده. برگردیم به فرمول ای. این فقط یک رقابت بین خودروهای برقی نیست. در حقیقت فرصتیه که تیم‌های شرکت کننده فناوری که در این خودروها به کار رفته رو آزمایش کنن. فرض بر این که فناوری‌هایی که در فرمول ای به ثمر می‌شینند به زودی در خودروهای برقی تو خیابون‌ها هم به کار گرفته بشن، درست مثل اتفاقی که در ورزش‌های موتوری دیگه می‌افته اما از نوع بنزینی و دیزلی. یکی از ویژگی‌های فرمول ای اینه که همه تیم‌ها و گروه‌ها باید از یک نوع خودرو استفاده کنن و حق ندارن بهش دست بزنن مگر یک تغییر، و اون تغییر چیه؟ کیت راسل رفته به برلین تا جواب این سوال رو پیدا کنه. و
فصل جدید فرمول ای شبیه مسابقه ملک زیبایی ماشین‌های برقیه. نسل دوم ماشین‌های برقی با سرعت و توانی بیش از همیشه روی پیست رقابت می‌کنن. من از معدود خبرنگارایی بودم که تونستم بعد از مسابقه ایپری برلین برای اولین بار سوار یکی از ماشین‌های نسل دوم بشم. قدرت موتور و گشتاور ماشین نسل دو 25% بیشتر از ماشین نسل اوله. 0 تا 100ش 2.8 ثانیه بیشتر نیست. پاور ترین سیستمیه که برق باتری رو به نیروی پیش راننده در چرخ‌ها تبدیل می‌کنه. شرکت‌ها هر چی اینجا روی پیست یاد می‌گیرن، مستقیم می‌برن به خط تولید خودروهای سواری. سخت افزار اصلی همه تیم‌ها یکیه. در نتیجه، عامل تعیین کننده در مسابقه پاور ترینه. امسال استراتژی تیم‌ها هم مهمه، چون طول عمر باتری تقریباً دو برابر شده. در نتیجه لازم نیست برای سوختگیری توقف کنن. صرفاً باید مصرفشون رو طوری تنظیم کنن که 45 دقیقه مسابقه رو دووم بیاره. یه جاهایی از مسابقه خلاص میریم. باید از انرژی استفاده بهی نکنیم. بعد هم از احیای انرژی یا ریژن استفاده میکنیم. چون اونطوری میشه راحت سرعت ماشین کم کرد. بدون اینکه ناچار بشی از ترمز میکانیکی استفاده کنی. و برای اینکه هیجان مسابقات بیشتر بشه، فدراسیون جهانی اتومبیل رانی مجوز تقویت موتور رو هم صادر کرده. این بازی‌های کامپیوتری که یه دکمه رو می‌زنی و ماشین یهو از جا می‌کنه. هر تیم باید فکر کنه بهترین موقعیتی که میتونه از این امکان استفاده کنه کجاست، چون کلن 8 دقیقه میتونی از این 25 کیلووات توان اضافی استفاده کنی. ماشینی که درست پشت سرت باشه قاعدتاً با این گزینه میتونه ازت سبقت بگیره، بعد تو ناچار میشی توان بیشتری استفاده کنی که دوباره ازش سبقت بگیری. خلاصه مثل شطرنج بازی کردن حین رانندگیه. تغییر چشمگیر دیگه برای فصل آینده ظاهر ماشین است. واقعیتش اینه که قیافش انقدر شبیه ماشین بتمن شده که نمیشه عاشقش نشد. با این ظاهر و صدا واقعا آدم احساس میکنه در آینده داره رانندگی میکنه. از امسال شرکتی هم که بیشترین سهم بازار رو در خودروهای سواری برقی داره وارد فرمول ای شده. ما بخش عمده ای از دانش و تجربه تولیدمون رو در مسابقه استفاده کردیم. طبعا مسابقه برای پیشبرد فناوری‌های آینده مفیده، ولی ما بیشتر می‌خواستیم ببینیم با داشته‌های امروزمون چه کار می‌تونیم بکنیم. ببینیم چقدر از این فناوری رو در ماشین‌های سواری معمولی استفاده می‌کنن. برای این تیکه با ماشین معمولی میشه توی پارکینگ چرخید، ولی امسال شرکت جگوار مدل آی پیس ای تروفی رو به بازار داد که توی همین پیستا مسابقه میده. واقعا زشته یه دور باهاش نزنیم. فیزای اضافی ماشین رو برای مسابقه برداشتن، ولی در کل همون ماشینیه که توی نمایشگاه خودرو هم میتونین سوار بشین و امتحان کنین. در خودروی سواری راحتی مهمه. قرار هر روز ازش استفاده کنیم. ولی این صرفاً برای مسابقه طراحی شده. تجربه‌ای که در پیست کسب می‌کنن خیلی به درد اختراع‌های آینده می‌خوره. بی‌دلیل نیست که این همه خودروساز علاقه‌مندن که در این مسابقات شرکت کنن. برنامه ما اینه که در فصل اول روی ساخت خودروی مسابقه تمرکز کنیم. بعد در فصل‌های 2 و 3 و بعد از اون تجربه پیست رو برمیگردونیم توی خودروهای سواری. همون مهندسایی که پاورترین های i8 و i3 را میسازن، موتور ماشین فرمول ای بی ام وی را ساختن. در نتیجه تولید ماشین مسابقه و سواری کاملا به هم ربط دارن. این ماشین هم مثل نمونه های فرمول ای سریع و بی صدا.
همونطور که گفتی چیزای غیر ضروری رو حذف کردین. دقیقاً همینه. آدم صدای لاستیک ماشین روی پیست رو میشنوه. آره، صدای لاستیک رو که میشنوی هیچی، حتی صدای ترمز رو هم تقریبا میشه شنید. همین چیزا به نظرم یه حس متفاوتی به مسابقه میده. این یه روزی رو که توی پیست برلین گذروندم باعث شد از این به بعد به ماشینای برقی که تو خیابون میبینم بیشتر احترام بذارم. اینم از گزارش کیت راسل. اما فرمول ای تقریبا 5 سالی که راه افتاده و هنوز خیلی ها در موردش چیزی نمیدونند. بسیار دشواره اگر بخوای از کسی که در عصر فرمول 1 به دنیا اومده و کلش هم همیشه توی موبایله یک مخاطب جدید در بیاری برای فرمول ای. اما برگزار کنندگان فرمول ای میخوان از همین دم دستگاه استفاده کنن برای جذب مخاطب. گزارش عمر مهتاب رو در همین زمینه ببینید. یوتیوب، توییتر، گوست ریسینگ و اپلیکیشن فرمول ای. این 4 اپلیکیشنیه که فرمول ای داره استفاده میکنه تا مخاطب جدید و جوان جذب کنه. ولی چجوری این کارو میکنن؟ از یوتیوب شروع کنیم. میدونیم که یوتیوب سایت بسیار محبوبیه. هر ماه بیش از 2 میلیارد کاربر ثبت نام شده از یوتیوب برای دیدن انواع و اقسام چیزهای مختلف استفاده میکنن. و خب هر کدوم این کاربرها میتونن مخاطب بالقوه باشن. طبعا فرمول ای هم نمیخواد بی‌نصیب بمونه. اول فصل یک بار نشستم برنامه زنده فرمول ای به اسم ولتاژ رو آنلاین تماشا کنم. تلاش سازنده های برنامه این بوده که مخاطب جوان رو به این ورزش نسبتاً جدید جذب کنند. یوتیوبرهای معروف برنامه رو اجرا می‌کنند و مسابقه رو زنده گزارش می‌کنند. خیلی از جوان‌ها حوصله ندارن بشینن یک چیز رو تماشا کنن. همزمان چیزی رو روی موبایل می‌بینن، چیزی روی تلویزیون. فکر می‌کنم ابتکار مهم فرمول ای همین بوده. اینطور نیستن که مثل ورزش‌های دیگه بگن ورزش ما این است، بشین نگاه کن. و مخاطب گوش می‌دهن. میگن دوست داری چی ببینی؟ می‌خوای بیشتر راننده رو در ماشین ببینی یا مهمان‌های برنامه رو؟ دست کم فکرشون این بود که چنین کاری بکنند، ولی برنامه از اواسط فصل تعطیل شد. قدم بعدی فن بوست. قبل از هر مسابقه طرفدارها میتونن روی توییتر یا اپلیکیشن فرمول ای به راننده محبوبشون رأی بدن. 5 راننده‌ای که بیشترین رأی رو بیارن میتونن 5 ثانیه بیشتر از توان اضافی موتور استفاده کنند. در رقابت‌های تنگ و تنگ همون 5 ثانیه میتونه نتیجه رو تغییر بده. اما خیلی‌ها از فن بوست خوششون نمیاد. کیت از مخاطبای آنلاین نظر گرفت و بعضی‌ها میگفتن اشکالی نداره، ولی اغلب میگفتن مثل مسابقه محبوبیته. مثلا تنها توییت‌های این کاربر برای رأی دادن به یک راننده به خصوصه. ممکنه بعضی‌ها از این امکان سوء استفاده کنن. اصلاً درست مخاطب‌ها چنین تأثیری در مسابقه داشته باشن؟ بگذاریم. بریم سراغ یه محصول دیگه برای جذب مخاطب که به نظر من از همه بهتر و جذاب‌تره. گوست ریسینگ. با این اپلیکیشن مخاطب هم میتونه با موبایل یا تبلتش توی مسابقه شرکت کنه و همزمان و به طور زنده با راننده های فرمول ای رقابت کنه. چنین کاری پیش از این نشده. در هیچ ورزش موتوری دیگه ای شما نمیتونی زنده با راننده های واقعی مسابقه بدی. ولی اینجا میشه. فقط باید یه خط اینترنت معقول داشته باشی که هی قطع و وصل نشه. همین. روی ماشین‌های مسابقه دیکودر GPS می‌ذاریم که در هر لحظه دقیقاً بدونیم کجان. اطلاعاتی رو که از مکان ماشین می‌گیریم می‌ندازیم روی تصویر منظره پیست و شما رو به عنوان گوست ریسر یا راننده در سایه به فید CGI اضافه می‌کنیم. سیگنال ما یا همون فید CGI زنده از پخش زنده سریع‌تره. برای اینکه پخش تلویزیونی معمولاً با ماهواره انجام میشه، ولی ما آنلاینیم. در نتیجه هیچ تأخیری نیست. هرچند مسئولان فرمول ای امیدوارن مخاطبهای جدید و جوان جذب کنند، ولی این کار به اون سادگی که به نظر میرسه هم نیست. ایشون برایان همبی هستند، معروف به گیمینگ ترورایزر یا هیولای بازی، که بهتر از خیلی ها میدونه چجوری میشه مخاطب آنلاین رو جذب کرد. موثرترین ابزار در یوتیوب گروهایی که شکل گرفته. اگر حواستون بهشون نباشه نمیفهمین چی میخوان و دنبال چی هستن. یعنی اگه فکر کنین اینجوریه که یکم پول خرج میکنیم خودشون جذب میشن و همه چی درست میشه، خیر، اینجوری نیست. کار نمیکنه. بچه ها احمق و خنگ نیستن. یکی بخواد چیزی رو به زور تو حلقشون بریزه میفهمن. تبلیغ طبیعی به مراتب بهتر جواب میده تا اینکه برندها رو توی ویدیوهای دیگه جا بدیم. تلاش های فرمول ای برای جذب مخاطب جدید هنوز اونطور که باید جواب نداده، ولی تعداد مخاطب های بالقوه اونقدر زیاده که میشه مطمئن بود به این زودی ها ناامید نمیشن و همچنان تلاش میکنن.
اما برگردیم برلین که بجز ایپری محل نخستین جشنواره گرین تک هم هست. بانی جشنواره کیه؟ نیکو رازبرگ، قهرمان سابق فرمول 1 جهان. من همیشه شیفته اختراعهای جدید و فناوری‌های نو بودم. توی فرمول 1 هم همین بود و الان هم همین حس رو به فناوری‌های پایدار یا سبز دارم. عاشق نوآوری‌ام. همه کارهای جدید و پیشگامی که اینجا داره صورت می‌گیره. توی نمایشگاه برخی از شیوه های سبز سفر کردن رو میشه دید، مثل این کشتی کاملا برقی که با یک بار شارژ میتونه تا 100 مایل دریایی یا حدود 184 کیلومتر بره. بعضی چیزهای دیگه هم هستن که در بهترین حالت در حد طرحن، مثل این پهپاد ایرباس که قرار خودروها رو از وسط ترافیک بلند کنه و سرنشینان رو برسونه به مقصد. بردش حدود 50 کیلومتره، ولی به نظر نمیاد با چنین چیزهایی بشه مشکل آلودگی هوا رو حل کرد. بسیاری از شهرهای بزرگ هند با اون همه خودروی بنزینی و اتوبوس و موتورسیکلت و دوچرخه عملا تبدیل شدن به یک ترافیک عظیم پیچیده و گره خورده و البته پردود. به گزارش سازمان گرین پیس 22 تا از آلوده ترین شهرهای دنیا در این کشور قرار داره. هرچند وجود فناوری‌های برقی در این کشور پیشرفت زیادی نداشته، اما یه چیزا و یه حرکتایی میشه دید هنوز. گزارش دیوید رید رو می‌بینیم از خیابون‌های این شهر و از چهارچرخ‌ها، سه‌چرخ‌ها و دوچرخه‌های برقی و کاری که اونا می‌خوان برای کم کردن آلودگی هوا انجام بدن. ممبای رو خیلی دوست دارم. شهر همیشه پر از تحرکه. شرکتی به اسم گلاید که وابسته به شرکت خودروسازی ماهندرای هنده، اخیراً یه سرویس مسافربری اوبر مانند رو انداخته که تمام ماشین‌هاش برقیه. با یکی از مشتری‌های دائمش صحبت کردم. از هر نظر عالیه. هر چی که از یه ماشین انتظار دارید داره. تلویزیون هم داره. بله، تو ماشین سرت گرم میشه. تازه وایفای هم داره. هم وایفای داره، هم امکان کنفرانس ویدیویی. انگار دفتر کار متحرک داشته باشی. چرا حتما باید برقی باشه حالا؟ برای اینکه سطح آلودگی در شهرهای ما جوریه که هر یه ماشین اضافی که بنزین یا دیزل بسوزونه وضع رو بدتر میکنه. خودت ممکنه هیچ وقت ماشین برقی بخری؟ از خدامه. تنها مشکل در حال حاضر زیر ساختای لازمه، یعنی جایی که ماشین رو شارژ کنی به اندازه کافی نیست. گلاید مثل نمایشگاه متحرک خودروهای ماهیندرا هم هست. مردم راحت ماشین برقی نمیخرن، هم به خاطر قیمت، هم به این علت که شارژ باتری آسون نیست. ولی ماشین‌های دیگه چی؟ در بنگلور دو همکلاسی که خوره وسیله نقلیه برقی بودن، یه اسکوتر خیلی سطح بالا ساختن. واقعاً میتازه. خیلی تون میره. سریع‌ترین اسکوتر موجود در بازاره. معلومه هدفتون فقط این نبوده که دغدغه‌های اخلاقی مشتری‌ها رو برطرف کنین. می‌خواستین چیزی بسازین که واقعاً جذاب باشه. وقتی شما به عنوان مشتری میری توی نمایشگاه خودرو، نمیگی کوچکترین و ضعیف‌ترین ماشینتون کدومه. میگی میری سراغ اون ماشین یا وسیله‌ای که دوست داری باهاش بچرخی. وزن اسکوتر رو بیشتر به وسطش منتقل کردن. در نتیجه احساسش شبیه موتورسیکلته. تا جایی که جرأت کردن سرعتش رو زیاد کردن. حتی ناچار شدن یه مقدار توانش رو خفه کنن. چرا این کار رو کردین؟ زیادی خطرناک بود؟ اصلا طرفش نمیشد رفت. اگر تمام توانش استفاده کنی چندین کیلووات است. برای آدم عادی که بخواد سوارش بشه خطرناک است. یکی از مشکلات خودروهای برقی اینه که هر روز باید 2 ساعت شارژش کنی. 2 ساعتی که ماشین خوابیده و نمیتونی پولی در بیاری. ولی برای حل این مشکل هم یکی یه فکر بکر کرده. باتریم داره تمام میشه. گفتن شما میتونی کمک کنی. 2 ساعت چیه؟ شما بگو 1 دقیقه. کارتت رو میزنی اینجا، در رو باز میکنی، باتری رو بر میداری. در واقع مشتری ماشین رو بدون باتری تحویل میگیره و باتری بخشی از سرویسه. اگه 50 کیلومتر برن پول 50 کیلومتر رو میدن، 100 تا برن پول 100 تا رو میدن. در واقع مالک باتری نیستن. همه کارهاش با یکی دیگه است. 4 چرخ، 2 چرخ، حتی 3 چرخ. به نظر میاد حمل و نقل برقی هند هم داره کم کم جون میگیره. برنامه کلیک همینجا به پایان میرسه. چند تا آدرس مونده باید بهتون بدم. اونم 1،
وبسایت برنامه کلیک bbcpersian.com/click که میتونید تکرار این برنامه رو اونجا ببینید. از طریق یوتیوب بی بی سی فارسی هم میتونید این برنامه رو تماشا کنید. میتونید برید به توییتر برنامه با هندل یا شناسه @persianclick با ما تماس بگیرید، نظر و پیشنهاد بدید. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.